سلام برابکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم براتون این برنامه داریم دقیقه با سوهل امین به کارما انرژی و چیزای داری یا نه نه <laughs> سوال بعدی <laughs> اینو نمیدم اگه بتونیم راجبش حرف بزنیم ولی اگر من اگر چیز شد کمتر شد یه موضوع دیگه بذار من به نظرم جواب جب... نه اوکی بذم میگم چون که جالبه یه چیزی که از این حالت هست که نمیتونی بگی آره یا نه ببین به نظر من تو یه کلمه نه نه انرژی منی داره نه کارما منی داره هیچ کن مثلا دیوانه هیچ ولی تو لول بعدی من میگم ما توی بازی هستیم و به خاطر اینکه تو این بازی هستیم این بازی باید یه منطقی داشته باشه حالا سیمیلیشن هر چیم بذاریم و حالا که ما تو این هستیم این سیمیلیشن اینه دیگه که یه چیزی راجع به ماها باید باشه توش پس این سیمیلیشن یه جوری کار میکنه یعنی مثلا صبح که تو این سیمیلیشن 8 میلیون 8... یا چهار میلیون تا آدم لایو میشن یکی باید بره بخوره به دیوار یکی باید نره سر کار یکی باید بخوره اون کونه شو یه سری داستانا بعد اتفاق بیفته به نظر من و این سیمیلیشن بعد صبح تصمیم میگیری که کی امروز چی میشه من باور دارم سیمیلیشن این تصمیم رو بیس روی طرز فکری که تو داری میکنه مثلا میگم من ماشینم مازارتیه پنج ماه شیش ماه داریم می میکنیم برو این و برو این بره همه چی ماشین خوب من ماشین رو میذارم واسه فروش یکی میاد شنبه میبینه میگه که من اینو میخوام میگم که الان نمیفروشمش دو شنبه میدمش به خاطر یه داستانی که دارم میگه اوکی پس من دو شنبه میام میبینمت پولو بد میدم میگم اوکی بعد دیگه یارو میره ماشین اونجاست فردا صبح من بالا میشم یکی من میگه بیا مهمونی خونه من خب من آپشن دارم با یه ماشین دیگه هم برم اینم که دیگه فروختم بهتر بهش دست نزنم بعد میگم که اون وای بشه نکنم که نه این ماشین من تا آخرین شبیه که میتونم استفاده کنم بذار بردارم ببرمش بعد همون موقعی تو ذهنم هم گفتش که نه برای سویل بیرون الان میبری بیرون یه وقتی چراغ موتورش روشن میشه چک انجینش روشن میشه بعد اصلا داستان میشه بعد گفتم بعد خودم بخوام گفتم چه منطق احمقانه ای داری خب چرا این اتفاق بیفته شش ماه الان ما داریم هر روز رانندگی رو می کنیم هفته پیش دیروز پنج روز رانندگی رو کردیم امروز آخرش چرا رانندگی دیروز که یارو مال ماشین می دور زدیم باش دیگه تست درایوش کردیم چرا نبرمش بذم میبرمش نشستم تو ماشین رفتم در خونه رسیدم چراغ روشن شد خب من شش ماه رانندگی می کنم یه بار من این موضوع فکر نمی کنم که چراغ روشن میشه چرا روشن نشود همون روزی که من فکر کنم روشن شد خب این میتونه اتفاق باشه ولی وقتی ده بار این اتفاق من اینجوری افتاده میگم او که یه ربطی دو این هست کم شده من دارم راه میرم یهو روشن شد ایه! چرا این روشن شد هر دفعه مثلا بوده خودم نکنه امروز روشن ها حالا مثلا میگم یه دفعه دوستم اومده بود تو فرودگاه رفتم پیکاپش کنم برای هم دوباره کنم گفتم که چرا خوبه که همه ماشین چیزش تمیزه یه وقت خدا کنه مثلا حالا الان کو کون نداره روشن بشه دوباره مثلا دوست ما فکر کنه مثلا ماشین ما خرابه رسی ها روشن شد همین ماشین هایی میدید مثلا با همین نشون میده که یه ربطی وجود داره یه چیزی هست که اون چیزی که تو فکر میکنی یا که میاد رو کتاب می‌نویسی میگه عکس فلان رو بزن به دیوار مثلا میگم من عاشق ماشین تسلا اکس بودم روی یه دونه اپ هم که هر میرم وبسایت سلامتی روی اون صفحه وبسایت تسلاس تسلا اکس کامپلیت شده است اول میاد اونجا زده اوردر تو تموم کن یعنی ماشین رو بخر برو ماشین رو میبینم بعد میزنم میدم چی چی ها و میدم هاب بازی خب این عکس رو من دو سال سه سال دیدم هر روز بعد دو سه سال رفتم ماشین رو خریدم این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن من میدونستم که من اتسان پایین میخوام این ماشین رو بخرم رو علاقه هم, این عکس رو گذاشتم اینجا و ای تو نمیتونی بیا بگی دیگه بگی آقا برو عکس هر دو دوست داری بذار بس بهش میرسی این اصلا منطقی نیست من دویدم دنبالش کار کردم فکر کردم شانس هم اتفاق افتاد اینو گرفتم بعدش هم ما اصلا نفروختم چون یک شنبه که اینجوری شد گفتم که اه فلان ماشین اینا بردمش تعمیرگاه گفتم آقا روشن شد چراغش یارو زد گفت هیچی نیست یه من از روزی که ماشین خریدم سنسور اکسیژن موتور خرابه حالا سنسور با پیکان مقایسه اش کن سنسور اکسیژن موتور دیگه چیه برو بابا و گفتم چیه؟ گفت اگه درستش نکنی یه درصد بنزین امکان داره بیشتر مصرف بشه و من خودم چون چاقم آردی اگه بشم تو ماشین ماشین با سه آدم 5 کیلو دیزاین شده من چون 200 کیلو هم آردی سه برابر آدم, آدم،, آدم معمولی بنزین میسوزونم میگن نمیدونم هر اگه اشتباه میگم هر 50 کیلو 5 درصد مسافه بنزین رو میبره بالا خب واسه من چون 100 و... مثلا 20 کیلو هم من آردی 5 درصدی ضرر دارم واسه ماشین دیگه اون یه درصد هیچ سودی واسه من نداره گفتم آ گور پدرش بزو بره خود مازارتی هم اینو به من گفت یعنی گفتش که آقا دیوونه ای نمیخواد اینو آپدیت کنی بزن بره واسه همین روش مونده و من یادم رفته بود اینو بعد رفتم اونجا بذارم زد یارو گفت اینه و من اون روز این اتفاقات رو خیلی به ماشین تنفر پیدا کردم که نه تا سرویس آخه چرا تو قور میزنی روز آخرم که داری میری با حال ما رو بگی نه مثل آدم بذری بری با ماشینش هم دعوا میکردم بعد گفتم تعمیر گفت همین داستان است که خود علاقه درستن کردی یا مهمم نیست گفتم او اوکی خب بعد ناراحت که ریدم به ماشینم و اینا گفتم اوکی دوست دارم و دوباره ماشین کردم دیگه اصلا نفروختمش نگاش الان ماشینو ولی پوینت اینه که این سیستمه یه جوری وصله به مغز تو تو نمیتونی یه چیزی رو فکر کنی و بی دلیل باشه یعنی میتونه ها ولی انگاری که نشون میده نیست وقتی شواهد دورتو نگاه میکنی چند بار تو گفتم داشتم به قاسم فکر میکردم بعد از حالا دو هفته دو روز دو سال به قاسم زنگ میزنه خب چرا دیروز زنگ نزد چرا تو به قاسم زنگ نزدی بعد تو زنگ میزنی به رفیقت گوشه هم داره میگه داشتم همین الان بهت فکر میکردم خب آره تو میتونی بگی خب این همه تلفن میزنیم طبیعیه که دو سه دفعه اینطوری بشه ولی اونی که دو دو سال باش حرف نزدی بهش فکر میکنی به زنگ میزنه اون طبیعی نیست یه بار طبیعیه وقتی نه بار بر اتفاق افتاده از 20 بار که به یه فکر میکنی نه بار به زنگ میزنن میگه آقا این طبیعی نیست یه چیزی 50 درصد این اتفاق بیفته طبیعی میتونه باشه دوباره میگم ولی شواهد نشون میده که یه کانکشنی هست به نظر من و من وقتی که یهو میام به خودم فشار میارم مثلا میام اوه که داریم میریم مسافرت حتما حتما خوب خواهد بود حتما خوب خواهد بود عالیه عالیه واقعا مسافرت بهتر میشه ولی وقتی میرم مسافرت میگم یه احساس بدی دارم یه چیزی میخواد بشه اینا همیشه یه چیزی میشه میرسم فرودگاه میگم آقا مثلا مثلا سه تو در لول کوچولو نگذم مثلا یه چیزی کوچولو میشه آقا مثلا ای کفش قرمز رو نیوردم پنج روز اونجا کفش ندارم راحت بپوشم بعد همه کفشام خمشم با بند ببندم مثلا یه زی... کوچولو میاد تو پاچت ولی وقتی ریلکسی این داستان نداری حالا من بعد خودش میگم که شاید مغزه میدونه تو داری گرم میزنی داره سعی میکنه جاتو بگیره ولی تو داری میری بیرون که مغزه چجوری میتونه بفهمه چک انجین میخواد روشن بشه مغزه چجوری میتونه بفهمه مثلا یه رفیق من دارم بچه بودیم ما با هم خیلی دوست بودیم بعد دیگه بزرگ شدیم با هم خیلی دوست نیستیم ام... نه که خیلی دوست نیستیم اون خیلی راقب نیست دیگه دوست باشیم با هیچ کی دوست نیست با منم دیگه رابطه اون برقرار نمیکنه یکی دو بار بیشتر دادم دعوتش کردم میاد حال نمیکنه احساس میکنم مثلا میاد منو میبینه مثلا زندگیم چه جوریه یه خورده ناراحت میشه نسبت به زندگی خودش و از من دوری میکنه سر این من خیلی دوستش دارم پسر خوبی هم هست سر این من یادمو زیاد نمیبینم یعنی اصلا نمیبینم هیچ وقت بعد دوست دو تا دا داستان خیلی دیوانوار از بچگی من دارم در که مثلا یه بار یه آدم به این فروختم دوست دخترم و رابطم رو بهش فروختم نه آدمو. داستان غیر عادی دارم برای همین خیلی جالب اگه تو اینو ببینی که این بگی او آره این کارو کرده و این کارو کرده این دیوون اصلا. فلان هی که هیچی باور نمی کنه کامنتایی که میگیرم آقا چاخان زیاد میگی فلان برای همین خیلی جالبه اینا بید. چون کانادا هم هست یکی با این این کارو کردیم خلاص من با سی سی داستان سر تعریف کردم که اینجوری شد 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 بعد اوکی بعد رفتیم نشستیم توی می‌خواستیم بریم سوار قایق بشیم خونه ما ماشینا بودیم خواستیم سوار کشتی بشیم که بگردیم خونه و من همیشه می‌خوام خونه ما مامان بابای فرار کنم چون حسام سر میره دیگه ساعت 3 که مثلا قرار بریم، من یهو لش کردم گفتم بیا به بریم بگو ای واقعا گفتم آره یه دفعه بمونیم ماموت حال کنن مثلا هیچ دلی هم نداشت جدا وسط قضا بودیم همینجوری واقعا بی دلیل بعد گفت قبوله کاراش کردیم و جمع کردیم رفتیم رفتیم رسیدیم دم اونجا ر... توی کشتی پنج طبقه از این و اون ورش مثلا چه 80 تا ماشین میتونن پارک کنن اینجوری اینجوریه رفتم اینجا نشستم این پسری که میگم واسه صندلی جلوی من نشست بیا گفتم فلانی بعد چی شدیم بعد داستان تعریف کردن که اونا قرار بوده یه ساعت دیرتر بیان بعد الکی یه بولا میشه میگه آقا چرا یه ساعت دیر کنیم بیا همین الان بریم دیگه زودتر رو بریم فنا میرسیم شاید برسیم جمع میکنم میتونم ماشین رو فشار میدن یعنی من لش میکنم اونا فشار میدن چفتمون بی بعد توی اون کشی همدیگه رو میبینیم چرا چون من داشتم چند روز فکر که کاش اینو پسرا رو میتونستم نشون بدم به النا این داستان رو بهش بگم که مثلا ببین پراکورکت بریزه مثلا و یا این ظاهر میشه خاکوس ما این همه سال این بغلم زندگی میکنیم من تو هیچ وقت ندیدم میخوامت ظاهر میشی کارا رو انجام میدی دوباره غیب میشی اصلا دیگه نیستی که نیستی خب از این اتفاقات زیاد میفته هرچند بزرگتر میشی بدتر و بدتر و بدتر میشه بخاطر همین من نمیفهمم داستان چیه ولی من فکر میکنم این تاثیر داره کسی که صبح بلند بگه وا چقدر دنیای خوبیه یونیورس شکرت که ما اینجاییم بابا مرسی که ترتیب مامانمون رو دادی ما اینجاییم بلند شو بریم عشق بکنیم یه کار خوب بکنیم به کی میتونم خوبی کنم با لبخند و اینجوری که من بلند میشم دنیا بعد خانم من این نداره اصلا نمیفهمه صبح که بلند میشه یهو میگه آه هوا سرده بعد اصلا یهو من مودم میاد پایین واسه این به نظر من اینا همه به هم رب داره اونجوری که تو تصور میکنی یا حرف میزنی بعدا تا حالا یا اون گولو میخوره میره جلو یا این بازی اینا رو میبینه زیر کداش ایناست که آقا یارو چیا فکر میکرده امرو بذار اینا رو واقعی کنیم اینو بذار اینو رو واقعی کنیم مثلا باز وقتی تماشا مثلا خیلی کوچولو همین ماشینی که میخواستم بخرم تو خیابون رو اندازه میکردم یه ماشین از جام رد شد بنفش بود بعد رد که آوی تا عجب رنگیه چون هفت رو دیده بودم هفت رنگاش خورده دیگه دختره جی جی تو ماچه مثلا دختر مثلا جیجی تو دیسکو می زرد سبز آبی بنفشه خیلی جالب نیست من دوست ندارم هویت نداره همه رنگا هست و هیچی نیست برای اونو دوست نداشتم ولی کانسپتشو که رنگ ماشین اول میشه خیلی دوست داشتم بعد این ماشینه که دیدم یه دیدم رد شد دیدم سبز و بنفشه گفتم آبی و بنفشه گفتم عجب رنگ قوی من خیلی خوشم اومد زن زدم به یه شاپ گفتم آقا این رنگو داری گفت ندارم معروف ترین شاپی که اینجا رپ میکنه همه بیزینس باش کار میکنن به اون زن گفت ندارم گفتم اینطوریه داستان آبی و بنفش میشه گو او اوکی که فکر کنم هفت رو میگم گو او اوکی ندارم ولی برات پیدا میتونم بکنم خب یعنی اینقدر خاصه این رنگ که اون نداشت اصلا نمیدونم کجاست بعد بگم پیدا کنم بعد شب میام میشینم میزنم میبینم یه تسلا مدل اکسی که من میخوام لیست شده رنگ بنفش و آبی آخه مگه داریم تو کل کانادا یه دونه تسلا هست که بنفش و آبیه بعد همون روزی که من میخواستم لیست شده فردو صبحش میرم من میخرم این ماشینو چقدر عجیب یعنی مگه میشه میفهمم کوانسیدنسه میفهمم اتفاقی بوده ولی این اتفاق تو کجا شده آیا 100 درصد اتفاق 99 به نظر من یه درصدی توش یه چیز دیگه وارده حالا این انرژی کارما بازی سیمولیشن توهم اتفاق اینو دیگه کسی نمیتونه بفهمه ما چون لولمون تا اینجا دیگه حداقل الان این دو قرون من بود روی انرژی و کارما و جادوگری و برعکس دمتون گرم امیدوارم روز خوبی شب خوبی داشته باشین اگه هر موضوعی هست که جالبه براتون که برید مغزانه انگولک کنیم با هم دیروزش فکر کنیم لطفا اینجا کامنت بذاریم ما با هم بریم جدا دمتون گرم چاکس